مرغش یک پا دارد. روزی بود و روزگاری بود. در یکی از روزها دوستان ملا نصرالدین با عجله به در خانه ملا رفتند و در زدند و به او گفتند حاکم شهر عوض شده و حاکم جدیدی آمده. ملا گفت حاکم عوض شده که شده، به من چه مربوطه؟ دوستان گفتند یعنی چه؟ این چه حرفی است که میزنی؟ باید هر چه زودتر هدیه ای تهیه کنی و برای حاکم شهر ببری. ملا گفت آها، حالا فهمیدم. پس من باید هدیه ای تهیه کنم و ببرم پیش حاکم تا اگه فردای روز برای شما گرفتاری پیش آمد واسطه بشوم و از حاکم بخواهم کمکتان کنم؟ دوستانش گفتن بله، همینطور است. ملا گفت این وسط به من چه میرسد؟ دوستانش گفتن بابا، تو ریش سفیدی، تو بزرگی. یکی از دوستان ملا گفت ناراحت نباش، هدیه را خودمان تهیه میکنیم. یک مرغ چاق و چله و گنده میپزیم تا تو آن را به خانه حاکم ببریم. ملا گفت پس دو تا بپزیم، یکی هم برای من و زن و بچم، چون من باید فردا ریش گرو بگذارم تا او قبول کند. و فردا با دو مرغ بریان به در خانه ملا آمدن. ملا یک مرغ را به زنش داد و مرغ بریان دیگر را در سینه گذاشت تا نزد حاکم ببرد. در راه اشتهای ملا تقویت شد و سرپوش سینه را برداشت و یکی از پاهای مرغ را کند و خورد و دوباره سرپوش را برداشت و نزد حاکم. حاکم سرپوش را که برداشت تا کمی مرغ بخورد، دید که ای دل غافل، مرغ فقط یک پا دارد. سوال کرد چرا مرغ بریان یک پا دارد؟ ملا گفت مرغ‌های خوب شهر ما یک پا دارند. حاکم پرسید تو مطمئنی؟ او گفت آری حاکم، مرغ‌های خوب شهر ما یک پا دارند، مرغ‌های درشت‌تر یک پا دارند. حاکم فهمید که ملا بسیار زرنگ و باهوش است و به او گفت نهار میهمان ما باشید. از آن به بعد هر کسی که روی حرف نادرست خود پافشاری کند می‌گویند که مرغش یک